پس پدر مادر اینم از موضوع من خبر دارن؟ هیچی دیگه، همین یه کارمون مونده که پدر مادر صمد هم بفهمن که ما آدم ربایی کردیم. پس برای چی از آگاهی زنگ زدن اینجا؟ راست میگه. برای چی از آگاهی زنگ زدن آرس منو به شماها گفتن؟ به من چیزی نگفتن، به من گفتن که با آقا رستم بگم. رستم کیه؟ بابای من آقندی. قدیم آگاهی چی بود، الان بازنشست شده. ای بابا، عجب شیر تو شیری شده. ببینم تو دیروز زنگ زدی خونه چیزی گفتی؟ نه، من هیچ چی نگفتم. آقندی راحتی با اون لباسا؟ آره، ولی خیلی تنگه. خب اون مدلشه، این هم داره خوش میشه الان دیگه. اگه چیزی نگفتی از کجا فهمیدم؟ آقا چرا هر چی میشه تو به من گیر میدی آخه؟ بابا اونا گفتم میخوایم دختره رو ببینیم چه جوریه دختره. من گفتم دختره خیلی خوبیه، هم خودش خوبه هم پدرشون خیلی خوبه، اهل نماز و روزن و دیگه آدم های حسابی هستن. اونم گیر دادن، گفتم پس دختره رو بیار ببینیم. عروس خانم دیگه. موضوع عروس خانم چیه؟ دختره کیه؟ آخه قندی جالبه، بابا مامونم فکر میکردن که ما اومدیم با دختر شما بیشتر آشنا شیم، یعنی اومدیم این چند شبه اونجا بودیم که بیشتر آشنا شیم با خود شما. بعد اینه که میدونه آقا قندی چیه، اونا فکر میکنن که دختر شما میخواد زن من شه، یعنی من اومدم خواستگاری. خیلی جالبه نه آقا قندی؟ ببند اون نشته. خب شما خیلی بیجا کردی، همچی دروغی گفتی. آقا من معذرت میخوام، اجازه بدید من توضیح بدم خدمت. نمیخواد توضیح بدی، اینقدر دست دست کردی که پدر مادر اینا گفتن دوبال کار من. چرا به بچهای من یه زنگ نمیزنی ببینی چه غلطی میخوام بکنن؟ ما که نباید زنگ میزدیم، اونا اگه نگرانن خودشون با زنگ میزدن، به ما چه ربطی داره؟ ببینم، یعنی تو این چند وقته اونا یه زنگ به شما نزدن؟ نه، هیچ کس زنگ نزد. خوبه، حالا همش ما با هم بودیم. این دست تو چیکار میکنه؟ واسه چی همش دست تو باشه؟ خب منم این وسط سهم دارم. خب بده ببینم. این که خاموشه. یعنی چی خاموشه؟ راست میگه. تو چه اینو خاموش کردی؟ این کاری نکردم. اینو من این دکمه رو اومدم فشار بدم همینا. بعد یه دفعه این کل این صفحه‌اش رفت پاک شد. یا آهنگی هم زد اینجا نوشت بی بی بی. نمیدونم چی بود. درد بی بی. هیچی هم نمیفهمه. آقا تا یه ساعت پیش که این گوشی دست من بود خیالتون راحت، هیچ کی زنگ نزد. پس یکی تو پاشو بره کارخونه یه سرگوش یاب بده. من دلم برای کارخونه خیلی شور میزنه. چشم قربان، اطاعت امر میشه. شنیدی که آقا چی گفت؟ آماده شد بری کارخونه. من عمرن نمیرم. اینا هنوز بیدار نشدن؟ نه، راستی چرا بیدار نمیشن؟ والا نه نمازی، نه روزه ای، لابد میخوان تا لنگ زورم بخوابن. نماز و روزه سرشونو بخوره. دیشب برگشتن به من میگن اگه تو بابا رو دزدیدی من با چریک. من صد دفعه به بابات گفتم انقدر پول دست و بال اینها نریز، بسه اینا رو پای خودشون بزرگ شن. وا چه ربطی داره؟ خب مهتابم دختر همون باباست، پس چرا اونطوری نشده؟ مهتاب جون از اولیش ذاتاً مکه قاضی بود، اون مثل مینو بابک نبود. اون بنده خدا هم تقصیری ندارن، بابای من از وقتی مامان رفت خیلی عوض شده. آره، مادر خدا بیامرزت بود که باباتو جمع جور میکرد. وقتی هم که مادرت رفت بابات سال به سالم به ما سر نزد، بچه هاش هم ول کرد. فکر همه چی رو میشه با پول درست کرد. یه فکری داره منو دیوونه میکنه. چه فکری؟ این که دزدیدن بابا کار خود بابک و حمید باشه. خب والا اگه این نقشه این بچه ها باشه، منم بهشون حق میدم. خب دارن انتقام میگیرن از باباش. خب منم همین رو میگم، اینا از بچگی هرچی دلشون خواست براشون ریخت و پاش کرد. حالا که بزرگ شدن میگه نخیر، باید رو پای خود تو وایسی. میدونی چیه؟ این مثلی میمونه که برای یه آدمی که همیشه غذا رو هرچی خواسته ریختن تو حلقش، یه دیست غذا بگیری وقتی گرسنس بهش بگی نخیر حق نداری رو بخوری. خب اگه منم بودم ناراحت میشدم. مرد حسابی، چرا پرت و پلا میگی؟ من دارم میگم از وقتی دخترمون مرد این آدم عوض شد. خانم منم همین استدلال شما رو میگم، منتها از یه زاویه دیگه.
باز کم آوردی؟ داری لفظ قلم حرف میزنی. والا من که چیزی نمیفهم. عجیبه ها، بازم اعتراض کرد. جون من بس کنید دیگه، من باید برم کارخونه. میخوای برم باز بیام؟ نه، میخوام برم حرف آخرمو به بابک بزنم. اگه نتیجه نگرفتم همین امروز میرم پیش پلیس. فقط آقا جون ازتون خواهش میکنم از اینکه من کجا رفتم به مینو و طلا چیزی نگید. باش. خدافظ مادر. بعد دیگه، یعنی ما دیگه هیچ. آقا جون خدافظ. حسودی شده. مواظب باشی یا مادر. میگم انشالله که مهتابم یه پسر خوب گیرش بیاد، خوشبخت بشه و بره سر زندگیش. بچه بعد انشالله هر چی قسمتش باشه همون میشه، با امید خدا انشالله. بفرم. به این پسر دیگه به سفارش نکنم، آسته میری آسته برمیگردی، فهمیدی؟ حبیبی اگه منو شناختن گرفتنم اون موقع چی باید بگم؟ ببین تو که همون ثانیه اول چک اولو نخورده همه چیزو میگی، پس واسه من فیلم بازی نکن. خب پس برای چی منو داری میفرستی کارخونه؟ خودت برو دیگه. عزیز من برای اینکه اونا خودشونم از پلیس میترسن، به پلیس هیچی نگفتن، اونا جنازه باباشونا میخوان. میفهمی این چیزا رو؟ خب تو نمیفهمی دیگه. تو عین بچه آدم پا میشی میری کارخونه، یه سر گوشی آب میدی، حقوقت هم میگیری، بعد پا میشی میای اینجا به این پیرمرده برمیگردی میگی که آقا همه چی ردیفه، که اینقدر به ما پیله نکنه. فهمیدی چی گفتم؟ میگه همه چیز میسونه. این الان فکر میکنه که ما پسراش همدستیم، شک کرده به ما. فهمیدی چی گفتم؟ آره فهمیدم. من خودم نفهمیدم چی گفتم. تو چطور فهمیدی من چی گفتم؟ اتفاقا حبیب من فهمیدم. ببین من میرم راحت وای میسم کارخونه کارام میکنم، هیچ کس بهم شک نمیکنه. یعنی ببین اگر به تو شک کنن چون پرو دریدایی بعد اون موقع به من شک نمیکنن. حقوقم که گفتیم میگیرم دیگه. تازه ببین چیکار کردم، دفترچه بیمه‌ام خیلی جدی میارم تمدید میکنم، هیچ کس شک نمیکنه. تو هنوز پسر خالاتو نشناختی. آقا فقط یه کاری کن، مراقب اون باش در نره. حبیب نیام ببینم نیستا. شنو من خوش اومدی. خدافظ. گیره چه آدمایی افتادیم. الو حاجی بزرفشان. سلام بابا. شما نیستی؟ چه خبر؟ خوبی؟ بابا حاجی کم پیدای حاجی قربونت دارم. حاجی بزرفشان آقا اونو چکشو بفرست. الو حاجی اونو چکشو شما بفرست، من محلش میکنم دیگه حاجی. آره آره ما تلفن همراه حاجی بزرفشان. آره شما چکشو بفرست. آقا آجی اینجا آنتن نمیده. من باید سر میزنم آقا. دست در نکن، آقا جبران کن. آقا سمد کجایی؟ برای شما اینقدر شده بود. چطوری همون سفر؟ مارمون تو همون سفر چه خبره؟ هیچی، دارم برای آقای مهندس خندی کارگرها دعا میکنم که هرچی زودتر حالش خوب بشه. بابا اون که چیزیش نیست که. چی؟ چیزیش نبود؟ نه ببین تلفن گرفتم. اه تلفن همراه خریدی؟ مال خودم نیست همون سفر، قابلیت نداره. قربون شما. الان میام پیشت. سلام خانم، خوش اومدید. خسته نباشید. انشالله که هرچی زودتر حال پدرتون خوب بشه. بفرمایید، خوش اومدید. بفرمایید. الله کیم مصطفیان آیا یک شخص؟ الله کیم مصطفیان. ببخشید آقا اینجا چه خبره؟ حال شما خوبه؟ ممنون گفتم. اینجا چه خبره؟ اینجا همه این کارگرها جمع شدن برای آقا قندی، دارن دعا میکنن که حالش خوب شه. البته حالش خوبه ولی باید دعا کرد.
برای سلامتی خودتون و جناب آقای قندی بلند صلوات بر محمد آفر. آقایون کارگران، انشاءالله دعای همه شما مستجاب میشه و آقای قندی دوباره به کارخونه برمیگرده. آقای قندی واقعا گل بودن. من هرچی فکر میکنم جز خوبی و خیر و برکت از ایشون چیزی یادم نمیاد. آقای مهندس باشه یه جور جمع جور کن قضیه. سیستم سواره همون بابا هستن. انشاءالله سایه ایشون هم مثل پدرشون همیشه بالا سرمون باشه. انشاءالله که خدا هرچی زودتر به مناسبت همین ماه مبارک شفا شون بده. بفرمایید. خدا خیرتون بده. با دهن روزه تشبه بردید اینجا برای سلامتی آقای قندی دعا کرد. انشاءالله که بتونیم محبت‌های شما رو خالصانه جبران بکنیم. من از آقای بابک قندی میخوام که تشریف بیارن شخصا خودشون تشکر بکنن. آقای بابک قندی خیلی ممنون از شما عزیزان و از زحمتکشان. من مادر باشه شما اینجا چه کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ پدر من امروز با من در تماس بودن و خیلی دلشون میخواست که دوباره شما رو زیارت کنم. دوست داشتن در کنار شما باشم، با شما همدلی و همنشینی داشته باشم. قضیه سرطان خون چیه؟ بابک به چرخی شده مدیر عامل کارخونه. بره تو دفتر بام تو بکنم دوباره بتونیم در کنار هم دیگه با همبستگی و زحمات شما به آنچه که میخواهیم برسیم. از همه شما دوستان عزیز متشکرم و ممنونم. از دوست مدعاهم میخوام که دوباره باشه تیریبون تشکیل بیارم و ادامه مراسم دعاخونی رو در خدمت شما عزیزان باشم. ارتباس دعا ممنون. آقای مهندس انشاءالله حالش زودتر خوب بشه. ممنونم جواب. ممنونم. ممنونم. چیه؟ چه خبر اینجا؟ چی شده مهتا؟ به به مدیر عامل جدید کارخونه. بابا حالتون چطوره؟ ببین بابک خانم خیلی چیزا باید روشن بشه. برای من همه چی روشن شده. الان دیگه مطمئنم که دزدی بابا کار خودتون بوده. بابا رو دزدیدین، یه عده کارگر بدبخت و ساده رو گذاشتین سر کار که اون بنده خدا سرطان خون داره داره میمیره. خودتون هم کردین همه کاره اینجا دیگه خوبه؟ یواش 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 یواشتر. اسمی که هنوز نمیدونی دست تو سمارو شده. بابا چرت و پرت نگو که نمیخوام قیافتو ببینم. ببین درو اصلا من رو میره. اون سگم بالا میاد. بابک خواهرت زشته. بابک تو دیگه حیوان شدی. ما هممون حیوانیم خانم. شما بابا تو دزدی، خب ما هم داریم از فرصت استفاده میکنیم. میخوای با ما شریک شی؟ میخوای با ما شریک شی؟ خب رو بازی کن. واقعا تو خیال میکنی من بابامو دزدیدم؟ ببین مینو تعقیبت کرده میدون نیاوران کنار کیوسک روزان فروشی. حتی دیدم با دزدا داره صحبت میکنی. دیگه چی میخوای؟ ببین ما حتی مخفیگاه شما رو پیدا کردیم ولی متاسفانه دیر رسیدیم. موقعی که رسیدیم شما فلنگو بسته بودی. شما خیلی احمقی. آخه تو چطور فکر کردی که من بابا رو دزدیدم؟ راستشو بگید چه بلایی سر بابا آوردید؟ بابک بابا کجاست؟ بابا کجاست؟ هر جفتتون خیلی پستید. خیلی پستید. من فکر کنم تو جریان نیست. فیلمشه بابا. نکنه کار دستون بده. چه کار میخواد بکنه؟ چه میدونم مثلا به پلیس خبر بده. با تو جلوشو بگیر. با تو مهندس چی شده؟ به شما هیچ ربطی نداره. ممنون. امین جان چه خبره؟ گریه و بروبی؟ نه شما کارگره رو مشغول کن. ما این برای درستش میکنیم. اون با من؟ سلام.
سلام خانم قندی، خوش اومدید. خسته نباشین عمو صفح. متشکرم. میتونم یه تلفن بزنم؟ خواهش میکنم، تلفن در اختیار شماست. بفرمایید. ممنون. من با اجازتون میرم بیرون. ببخشید. خواهش میکنم. الو، سلام آقا جون. آقا جون، میخواستم ازتون خواهش کنم تا یه ساعت دیگه آماده باشید. من یه ساعت دیگه میرسم خونه. با هم بریم چه پلیس، نمیدونم کلانتری، هر جا. فقط میدونم جون بابا در خطره. باش آقا جون، قربونت برم. راستی آقا جون، مینو اینا هنوز اونجا هن؟ قربونتون برم، پس میبینمتون. خداحافظ. یه دقیقه بیا کارت دارم، دارم دعا میخونم. اینجا کارت دارم. بابا چی کارم داری؟ بذار دعامو بخونم. خودت نمیخونی، نمیذاری منم دعا بخونم. بابا یه سوال دارم ازت. بپرس. الان این وامارا این مدیر عامل جدید میخواد بده؟ آره دیگه، قندی که خودش نیست، سرطان دخلشو میاره، احتمالا اینا قراره واما رو بدن. مطمئنی قندی سرطان؟ بابا همه میدونن قندی مردنیه. شما اینجا چیکار میکنی؟ داشتم دعا میخوندم. دعا میخوندی؟ تو دعا بلدی؟ بله، داشتم تو دلم میخوندم. باری کرده، دعا تو ده. یه دعا خارج از دل بخون، من بشنوم در حق قندی دعا کنم. الان دعا بخونم؟ یه دونه بخون واسه سعادتی. همونجوری که میخونه اینا؟ یه همونجوری میخونم. دعا کن. خدایا آقا قندی رو همون نگیر. فارسی دعا میکنی؟ عربی بلد نیستی دعا کنی؟ عربی بگیر. عربی اون که اونجا سو اون عربی اونو بکن. بعد من تکرار میکنم، من اونجوری بلدم. تکرارم فکر نکنم بلد بشی. بلدی؟ چرا بلدم. بود آقا رو من بسر بشین وسط گل قالی اونجا دعا کن. درست میشه، به خود بشارم. بودو بابک اگر مدیر عامل کارخونه نمیشد که وضعیت کارخونه به طور کل میریخ به هم. راست میگه، با این شرایطی که اینجا به وجود اومده دیگه نمیشد اینجا رو جمع کرد. میشه؟ باشه، حرفاتون قبول. ولی واسه چی گفتید بابا مریضه؟ جریان سرطان خون چی بود؟ چاره‌ای نداشتیم، مجبور بودیم به خاطر راندمان کار بره بالا. شما فرض کن کارگرها فکر می‌کردن قندی به خاطر تفریح و تفنن نیومده سر کار. سنگ رو سنگ بند نمی‌شد. از دزدام که فعلا خبری نشده. ببین، اونا طمع کردن. یه ذره مبلغو بردن بالا. نه، اصطلاحاً دبه کردن. به خاطر همین ما مجبور شدیم بریم به آگاهی خبر بدیم. آگاهی هم گفت چون اندازین که وقتی دزدا بو نبرن کار خراب شه. خیلی خوب، تا کی باید صبر کنیم؟ ببین مهتاب، ما هممون نگران باباییم. تا موقعی که سرنخ پیدا کنه. نگران نباشه. یه روز بابا سر حال و سالم ان شاءالله برمیگرده. ما برای پول دادن هر مبلغی که باشه مشکلی نداریم. آگاهی میگه صبر کنی. ببخشید اگه بهتون بی‌احترامی کردم. واقعا منو ببخشید. تو هم منو ببخش. آفرین. به این میگن یک رابطه خوب خواهرانه برادرانه چقدر زیباست. یعنی هیچکونه حقوق نگرفتی؟ نه بابا، میگن بودجه نداری. شاید حقوقا یه ماه دیگه هم عقب بیفته. بارو بگو این همه را پشتیم اومدیم اینجا. تو این چند وقته کجا بودی؟ چرا سر کار نیومدی؟ من زدم تو کار خرید و فروش. با یه حاجی بزرفی آشنا شدم. دست ما رو گرفت برد بازار دیگه. تلفنم. تو این سه روزه تلفن گرفتی؟ اوه چی؟ سر یه ماه میخوام خونه بگیرم. ولی ببین، میخوام کار اینجا رو از دست ندم. میخوام یه راباریکه داشته باشم. میدونی چی میگم؟ زنگش باحاله؟ خب جواب بده. الان جواب میدم. ببین، یه کاری فقط باید برام بکن. چه کاری؟ این دفترچه بیمه رو بگی. فردا این بیمه اومد بده تمدیدش کنه. دمت گرم. باش. بله. سلام. من الان سر جلسه هستم. بعدا زنگ بزن. کی بود؟ هیچی، پیشوندم شما مزاحم بود. آقا یادت نره؟ نه، خیالت راحت باشه. پس بیا برو سر کارت دیگه، چرا اینجا وایسی دل زیرا به تو میزنن؟ خودت منو نگه داشتی اینجا سوال پیچم میکنی؟ مراسم رو جمع کردم، کارگرانم جمع جور کردم، فرستادم سر کاراشون. حالم کت بسته در خدمت شما هستم که امر بفرمایید. آقا جون، مگه اینجا طویل است که شما همجا سرتو میندازی میای تو؟ ها؟ بلد نیستی در بزنی؟ بابک، آروم. دست درد نکنه. خیلی محبت کردید. خواهش میکنم. جناب مهندس فکر کنم عصبانی هستن. قربان، من آب رو آتیشم. مشکل پیش اومده؟ شما فعلا بفرما بیرون. ما یه صحبت خصوصی داریم. بفرمایید لطفاً. رو چشم. به قول رفیقمون نیومده رفتیم.
بایزه. حمید، من یه روز اینو با دستای خودم خفش میکنم. یه لحظه صبر کن. ای بی وجدان. چی شده؟ ما چرا از اول نفهمیدی؟ چیو؟ به خاطر اینکه اگر دوزی کار مهتاب نبوده خب کار همین نامرده. یعنی چی؟ ببین این از کجا فهمیده ما از اونا خواستیم که بابا رو بکشن؟ این برای چی هی سرک میکشه تو از کار ما سر در بیاره؟ برای اینکه خودش بابا تو دزدیده. برای اینکه ما هر چی به دوستا میگفتیم انگار داریم این نامرد میگفتیم. اون شب که بابا از کارخونه رفت بیرون که با سرش رفت بیرون، همین نامرد، همین نامرد. حمید، من اینو میکشمش. بابک، بابک، عجله میکنی، هی جوش میاری، ما دیگه نباید دستمون رو بکنیم. حمید، من دیگه خسته شدم، میفهمی؟ خسته شدم. آروم، برو بشین، برو بشین، برو بشین. بعد از پیشتون رفت؟ آره، رفت پیش پدر بزرگ مادر بزرگش. یعنی پدر مادر شما دیگه؟ نه، پدر مادر همسرم. مهتاب وقتی که مادرش مرد خیلی تنها شد. خب نباید میذاشتید بره دیگه آقای قندی. اینجوری هم شما تنها شدین هم اون. نمیدونم، سر نامزدیش بود که یه مرتبه تو روی من وایساد و زد زیر همه چیز. منم خیلی عصبانی شدم، اونم حرفی از ارث محرومش کردم. آقای قندی، چرا خودت زن نگرفتی؟ کسی به من پیرمرد زن میداد؟ نه جدی دارم میگم، شما که وضعتون خوبه دیگه، توپ تکونش نمیده. کارخونه داریم، موبایل داریم، ماشین داریم، همه چی داریم. میزدی تو گوشش یه زن میگرفتید، از تنهایی هم در میومدی دیگه. خیلی دوستش داشتم، خیلی. وقتی سر کاکش بودم بهش گفتم، یعنی بهش قول دادم که اسم هیچ زنی تو شناسنامه من نره. از عاشق بودی؟ آره؟ عشق که نه، ما از صفر شروع کردیم، با هم به همه چی رسیدیم. عشق یا وابستگی، خیلی دوستش داشتم. میفهمت، عاشق بودی. عشق بد چیزی آقای قندی، بد چیزی. من میفهمم. ای کلک، مثل این که دلت هم یه جایی گیر کرده. چیری بگم، هنوز زیاد با هم دیگه آشنا نشدیم، ولی فکر میکنم آقای قندی اون یه جورایی از من خوشش میاد. اینجوری فکر میکنم من. اسمش چیه؟ اسمشو نمیدونم که، یعنی هنوز موقعیتش پیش نیومده که ازش بپرسم. و تازه اول کاری. ای، فقط یه مشکلی هست. چه مشکلی؟ دختره فکر میکنه که من وضعم خیلی خوبه، فکر میکنه موبایل دارم، ماشین دارم، شغل درست حسابی دارم. همچین بگی نگی یه ملو بهش دروغ گفتم. چند بدر برو گوشی بردار، شاید صمد باشه. نه بابا ولش کن، به ریسکش نمیارزه. از کجا معلوم؟ شاید مامان باباش باشن. خیلی خوب باشه، با یه تلفن بهش بزنیم، موبایل دستشه. من نگرانشم و دیر کرده. میترسم زنگ بزنم به موبایلش، توی کارخونه گیج بزنه، نتونه خوب جواب بده، آبرو ریزی کنه. صد دفعه بهش گفتم دست به موبایل نزن، باز کش رفت. آقا اصلا ولش کن، از خودمون حرف بزنیم. حالا موندم چی کارش کنم، چی برم بهش بگم؟ ببین، از من میشنوی، بلند شو برو حقیقت رو بهش بگو. البته اگه دوستش داری و میدونی اونم تو رو دوست داره، با دروغ به هیچ جایی نمیرسی. برو بهش بگو من اینم، هیچ چی ندارم، ولی با تو مطمئنم به همه جا میرسم. نه بابا آقای قندی، دخترای الان بفهمم پسر هیچ چی نداره، محال پاش وایسم. من میدونم دیگه. بهش بگو درسته من هیچ چی ندارم، اما جوونم، آینده دارم، مهمتر از همه دوستت دارم. ببین اینطوری میفهمی که تو رو یا به خاطر خودت دوست داره یا به خاطر پولت. خب معلومه به خاطر پولم میخوان. دخترها اون دخترهای قدیم بود که آدم ها به خاطر خودشون میخواستن. الان که دیگه دخترها میگه ماشین داری، خونه داری، موبایل داری. خب منم هیچ کدومو ندارم دیگه. من قضیه مهتاب وسط تعریف نکردم. چرا؟ اگه با اون پسر ازدواج میکرد تا آخر عمرش تو پول قهر میده، ولی چون دوستش نداشت زد زیر همه چیز. ببین
دخترایی هم الان پیدا میشن که به خاطر این پسری که دوستشون دارن براش بمونن. چی میگی؟ راست میگی؟ آقای قندی یه چیزی ازت بپرسم، راستشو میگی مردونه؟ حالا که اینجا کسی نیستش که، راستشو بگو. بپرس، بهت قول مردونه میدم راستشو بهت بگم. تو رو ما چی حساب کردی؟ فکر کردی واقعا ما دزدیم؟ من مطمئنم شما هر دوتاتون خیلی پاکی، ولی توی شماها یه جیری هست که من نمیدونم. تا هم پیدا نکنم ولتون نمیکنم. نوکرتم قندی جون، یه دقیقه باید سلام برمیگردم. یه سفارش نکنم ها، زودم برگرد. حتما آقای قندی، تا من برمیگردم شما هم برید یه چرت بخوابید. ببین یه وقت ماشین نبر یا شمارش آگاهی داره، یه وقت گیر میکنی ها. نه بابا بدون ماشین میرم، اگه خودتون نگفتیم برم اونجا راحت بگم آقا من هیچی ندارم. باریکلا، برو به سلام. خیلی نوکرتم قندی جون، خیلی دوست دارم. منم همین، فدات شم. خدا خداحافظ. خداحافظ. پسر این نفر خودتی؟ آره. خیلی خوب باشه. نه 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 بابا، یه دفعه بهت گفتم صبح خواب موندیم، حالا هی بگو. خدافظ. چی شده؟ مهتاب خانم صبح دوباره گذاشتن رفتن کارخونه، باز این ما رو قال گذاشت. هی بهت گفتم دیشب تو دیر وقت بیدار نمونیم، صبح نمیتونیم پاشیم. حمید میگه که مهتاب تو دزدی بابا دست نداره. حمید؟ خودت دیدی با دزده حرف زد؟ ندیدی رفت سر وقت ماشین بابات؟ چه میدونم والا، میگه دیگه کاری نداشته باشیم باهاش. من مطمئنم اینا مهتاب خریدن، حالا میبینی. خیلی جالبه، دیر به جنبی آدم رو دور میزنم. حالا باید چی کار کنیم؟ نمیدونم. اینا هم خیلی مشکوکن. آره، صبح پدربزرگ تلفن شد، از اون موقع دارن دوتایی پچ پچ حرف میزنن. دیگه این پیرمرد و پیرزن هم بخوان ما رو بپیچونن خیلی حرفه. حالا الان میریم ازشون خدافظی میکنیم، بعد میریم سر کوچه کمیم میکنیم، هر جا رفتن تعقیبشون میکنیم. این دفعه دیگه نمیذارم سرم کلا بره. اینو هستن. اصلا آدم وقتی احساس میکنه که دارن دورش میزنن و حالش خراب میشه. حاجی حالا هی با من بحث کن. بابا من میگم اصلا تو من اعتماد نداری حاجی، آنتن نمیده، بلند بگو نمیفهمم. ای بابا، حالا من بهت زنگ میزنم بعدا. آره تماس میگیرم. سبا تویی؟ آره قندی. حبیب رفته بیرون، درم قفل کرده. تو کلیدو نداری؟ ای بابا نه ندارم کلید دیگه. نگفت کی برمیگرده؟ نه، ممکنه طول بکشه. در پشت بونم قفل کرده. کلیدو اونجا رو نداری؟ نه ندارم. وای ساق قندی. بفهمین
سرکله آقا دزده پیدا شد. ای هفت تا. یعنی زمونه اینقدر نامرد شده سر تو به جمعونی ها از پشت بهت خنجر زدن. من تا ته این قضیه رو در نیارم و امروز ولکن این معامله نیستم. دخترم اومد. ببخشید منظور آقای تهرانی؟ تهرانی؟ ما اینجا آقای تهرانی نداری؟ آه پس ببخشید اشتباه زدم. معذرت میخوام. کدوم پلاک به تو آدرس دادم؟ میخواییم من بیام کمکتون کنم؟ نه دست شما درد نکنه، شما زحمت نکشید، بفرمایید شما. خداحافظ. بازم شما؟ شما خوبی؟ شما با من چی کار دارید؟ ببینید خانم، من قصد مزاحمت ندارم، من فقط یه مطلب مهمیه که دو دقیقه اگه اجازه بدی به صورت خصوصی میخوام بهتون بگم. من الان اصلا تو موقعیت خوبی نیستم، خواهش میکنم درک کنید. دقیقاً منم شرایط روحی مناسبی ندارم، شما فقط من یه دو دقیقه اجازه بدی من حرفمو میزنم، همین، خواهش میکنم. خیلی خوب، بفرمایید بشینید. کجا؟ بفرمایید بشینید تو ماشین حرفتون رو بگید. بفرمایید حرفتون رو بزنید. ببخشید میشه برید یه خورده جلوتر؟ برای اینکه اینجا یه جوریه، ممکنه که آقاتون بیاد دم در خب ما رو اینجا ببینه زشته دیگه. آقا؟ بله دیگه، پدرتون. پدر من اینجا نیست. خدا رحمتش کنه، بقای عمر شما باشه، معذرت میخوام. بفرمایید حرفتون رو بگید. بابام زنده است. باشه چشم، ولی آخه شما آقای محترم، من که به شما گفتم تو شرایط روحی مناسبی نیستم. کارتون رو بگید. آخه دل من که از سنگ نیست، شما دارید اینجوری گریه میکنی. خب من طاقت نمیارم، نمیتونم حرفمو بزنم. جون من بگین چی شده؟ اتفاقا بعدم هم نمیاد بهتون بگم، منتها نمیدونم میشه بهتون اعتماد کرد یا نه. معلومه که میشه اعتماد کرد، من تا پای جونم هم هستم، یعنی جونم اگه به خطر بیفته تا آخرش هستم. شما فقط جون من اینجوری گریه نکنید، خب دل آدم ریش ریش میشه دیگه. بگید چی شده. آقا بیژن ببخشید، من هنوز اسم شریف شما رو نمیدونم. این همه با هم آشنا شدیم، من نمیدونم اسمتون چیه. اسمتون؟ من مهتابم. مهتاب. مهتاب. به به. چه اسم قشنگی، مهتاب. مهتاب چی؟ مهتاب قندی. آقا بیژن، بابای منو دزدیدن. من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. چاره‌ای برام نمونده جز این که برم به پلیس خبر بدم. ازتون خواهش میکنم یه راهی جلو پای من بذارید. پدرتون رو دزدیدن؟ مهتاب قندی؟ برو